عزیز میدونید که ما روزهای شنوندگان و بینندگان عزیز ما میدونید که ما روزهای سه شنبه راست ساعت 2 بعد از ظهر در کنار جناب نور محمد عسکری عزیز هستیم و در برنامه جدیدی که از ایشون داریم پخش میکنیم که این هفته هفته 22 خواهد بود در مورد دوران طلایی صحبت میکنیم. سالهای سال است که ما هر جایی که گیر میکنیم، مخصوصا من نوید، در مورد تاریخ ایران و اتفاقاتی که در ایران ما میفته با جناب عسکری عزیز تماسی میگیریم و توضیحاتی رو از ایشون میگیریم. اما امروز سوال من و بحث من اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه. من امروز دوست دارم از در مورد آقای اردشیر زاهدی سوال بکنم. ایشون چند روز پیش در سوئیس از پیش ما رفتن، ولی من بسیار مایل بودم که با آقای عسکری عزیز چند کلامی صحبت بکنم و سوالاتی رو از ایشون داشته باشم که الان متوجه میشه. ولی قبل از هر چیزی من درودی میفرستم خدمت آقای عسکری. آقای عسکری درود فر... آخه چرا تلفن ایشون قطع شده؟ اجازه بدید من یک بار دیگه سعی بکنم که این تماس رو برقرار بکنم. یک لحظه به من اجازه بدید. بله، من امیدوارم که این تماس هر چه زودتر برقرار بشه. بله، من آقای عسکری رو میبینم که پشت خط دارم. بله، من درودی میفرستم خدمت جناب عسکری عزیز. آقای عسکری عزیز درود فراوان بر شما، به روی خط بسیار بسیار خوش آمدید قربان. بسیار متشکرم از عنایتی که فرمودید و لطف کردید و مرا دعوت کردید. خواهش میکنم. گرچه که خودتم میدونی من خیلی اعتراض دارم از اینکه بی جهت وارد مباحثی بشم که شاید مورد توجه اشخاص است. نه خواهش میکنم، من از تو خواهش میکنم اگه امکان داره صدای کامپیوترتون رو کم بکنید جناب عسکری عزیز که ما بتونیم راحت با همدیگه صحبتی داشته باشیم اگر امکانش هست براتون. بله، بسیار نیکو، بسیار سپاسگزارم. اولا آقای عسکری عزیز، ما شنوندگان ما شما رو بسیار دوست دارن، برنامه های شما رو دنبال میکنن و فقط کافیه که یک روز این ور اون ور بشه یا چند ساعت این ور اون ور بشه دوستان به شدت با من برخورد میکنن. این دلیل علاقه عزیزان به صحبت های شماست. آقای عسکری عزیز، من میدونم که اولا تسلیت میگم خدمتتون در گذشته آقای اردشیر زاهدی، من میدونم از دوستان شما بودن. دلیل تماس امروز من هم با شما این است که ما افرادی که در ارتش ایران مثلا اگر که بودن، اگر افرادی که در سیاست ایران بودن، افرادی که در به عنوان سفیر در اینور اونور دنیا بودن، همیشه بودن، ولی چرا اسم آقای اردشیر زاهدی همیشه به عنوان یک دیپلمات ایرانی بسیار مطرح بوده؟ میتونم ازتون خواهش بکنم یه مقداری در مورد خود ایشون توضیح بدیم و بعد از اون که چرا مثلا وقتی که اصلا مصاحبه هایی که به ایشون میشد از ده سالهای سال گذشته و تمام صحبت هایی که ایشون میکردن همیشه یک بازتاب بسیار خاصی در سایت های خبری ایران داشت. بسیار خوشحال میشم اگه بتونیم توضیحاتی در مورد ایشون داشته باشیم. من بایستی که از شما خواهش کنم به من اجازه بدید که یک مقدمه قبلا براتون راجع به اردشیر زاهدی بگم. بسیار خوشحال میشم. بله، تا اینکه دریابید که اردشیر زاهدی کی بود و چرا اینطور شد. اوکی. و بنده خودم شخصا بایستی بگویم که بنده از سال 32 1332 یعنی در اون دوران دکتر مصدق با ایشون آشنا شدم و از اون دوران است که من با ایشون به اصطلاح همراه و همگام بودم و افتخار دوستی و لطف و محبت ایشون رو همیشه داشتم. این رو توضیح بدم که بدونید. اما چرا ما در تاریخ ایران مردانی رو داریم که اینها در تاریخ نامشون به اصطلاح به مردانگی و بزرگی و صفات خوب ثبت شده است. درست. یکی از اونها مؤتمن الملک پیرنیا هست که ایشون به نام یک آزاد مرد در ایران در دوران قاجار بود و تا دوران رضا شاه ایشون سالیان دراز از اولین دوره مجلس شورای ملی ایشون نماینده مجلس بود و سارا به عنوان رئیس مجلس
یعنی پایه‌گذار مجلس ایران بود، اداره میکرد. این آقای معتمدملک پدر بزرگ مادری ایشون هست و ایشون در دامان چنین مردی بزرگ شد. اما پدرش، شما راجع به پدر ایشون خیلی مطالب رو یا شنیدید یا نشنیدید یا میدونید یا نمیدونید. پدر ایشون بالاخره کسی بود که در آخرین دورانش شد سپهبد فضل الله زاهدی. درسته. ایشون در ایران مسئله خزعل رو به همت او حل شد و خزعل رو او دستگیر کرد به ایران فرستاد. و بعد در شمال ایران وقتی که کمونیست‌ها در ایران اصلاح جمهوری شوروی رو در ایران در شمال ایران راه انداختن، سپهبد زاهدی بود که این مسئله رو به هم زد و تمام این کارها رو کنار گذاشتند و تسلیم سپهبد زاهدی شدن. در هر حال سپهبد زاهدی هم مردی است که در تاریخ ایران نام بلندی داره. ایشون پدر این آدم بود. پس بنابراین آدمی هست که در دامان یک چنین پدری و یک چنین پدر بزرگی تربیت شده و یک آدمی بود که مرد مردونه در مقابل همه مسائل می ایستاد. یعنی یاد گرفته بود که با دوستش دوست باشه و با دشمنش دشمن باشه. برای همه چیز همیشه آمادگی داشت و خیلی راک و راست و روشن در قضایا مداخله میکرد. در همون سال 32 ایشون 25 سالش بود که قضایای همون مسئله دکتر مصدق پیش آمد و خب ایشون همراه پدرش دنبال قضایا بود و به اصطلاح تا اینکه توانستن مسئله رو حل بکنن و آقای سپهبد زاهدی شد نخست وزیر. باید بگم آقای دکتر مصدق از اقوام و بستگان ایشون هست و بعد هم آقای دکتر مصدق سپهبد زاهدی رو وقتی خودش نخست وزیر شد سپهبد زاهدی رو به عنوان وزیر کشور تعیین کرد. و در این دوران هست که آقای سرلشکر بهایی رو آقای دکتر مصدق خودش به عنوان وزیر به عنوان رئیس شهربانی تعیین میکنه و روزی که هریمن نماینده امریکا میخواست به ایران بیاد و با دکتر مصدق و دار دستش مذاکره بکنه، دکتر مصدق با توده‌ای ها ائتلاف کرده بود و توده‌ای ها آماده شده بودند که اون روز در مقابل هریمن بایستن و هم مقاومت بکنن. اینا قبل از کودتای 28 مرداد میگه. میخوام ببینید، میخوام این به اصطلاح یه شمای دست شما به مردم بدم که چرا ارتش زاده شد. دقیقاً. و این مسئله طوری شد که روزی که هریمن وارد ایران میشد، حزب توده و به اصطلاح گروه های چپ در ایران آنچنان غوغا رو به پا کردن که موجب شد عاقبت شهربانی ناچار شد برای حفاظت از مجلس. چرا؟ برای اینکه توده‌ای ها دیوار مجلس رو خراب کردن و هجوم آوردن توی مجلس و میخواستن برن توی مثلا انبارهای مجلس و اسناد مجلس رو ببرن و با نمایندگان مجلس برخورد بکنن. این کار اگر میشد خب آبروی ایران میرفت. به این جهت آقای سرلشکر بقایی متوسل میشه به وزیر کشور که سپهبد زاهدی بود، میگه چه کار کنم؟ سپهبد زاهدی میگوید آقا تو وزیر کشوری و مسئول حفظ حراست مملکتی و باید مملکت حفظ بکنی، بنابراین چه کار بکنن نداره، برو به مقاومت کن. نتیجتا اینها در داخل مجلس چنان مقاومت میکنن که توده ها ناچار میشن فرار بکنن. البته خب در این زد و خورد چند نفری هم کشته میشن از دو طرف. اما آقای دکتر مصدق برای اینکه به توده ها قول داده بود که اونا را آزاد بگذاره که هر کاری میخوان بکنن، به این جهت ایراد گرفت به رئیس شهربانی وقت که شما حق نداشتی این کارا رو بکنی و
شما میبایستی قبلا از من اجازه میگرفتی که آیا با اینها مقاومت بکنی یا نکنی. در اینجا آقای سپهبدزاهدی که اون موقع سرتیب بود و رئیس وزیر کشور بود میگوید که آه رئیس شهربانی مسئول حفاظت مملکته و به این جهت ناگزیر بوده است که مقاومت بکنه. چطور میتونه در اون زمانی که مردم همه جا آشوب به پا کردن همه به هم ریختن تازه ایشون بیاد بگرده تو این خونه تو اون خونه که ببینه آقای نخست وزیری کجا هست اون رو پیدا بکنه و از ایشون اجازه بگیره که آها اجازه بدید من مقاومت بکنم یا نه. این که بس نشد که بس این شهربانی نشد که این مسخره. به همین جهت آقای دکتر مصدق پرونده آقای وزیر کشور و آقای رئیس شهربانی رو میفرسته به دادگاه نظامی که اونها رو تعقیب بکنن. و البته خب آقای وزیر کشور به عنوان سناتور انتصابی انتخاب میشه پس مسئولیت پیدا میکنه و از اینجا شروع میشه مبارزات آقای اردشیر زاهدی که همراه پدرش بوده. این یه مقدمه بود گفتم بدونید که چه اتفاقاتی افتاد. اما آقای اردشیر زاهدی مادرش به اصطلاح که دختر معتمدان بود با آقای سپهبدزاهدی نمیتونه به هر حال زندگی کنه، اصلا جدا میشن. وقتی اینا هم جدا میشن خب این تنها میمونه. در اون زمان ملکه مادر یعنی در دوران همین دوران رضا شاه ملکه مادر خیلی علاقمند میشه که اردشیر رو به اصطلاح به عنوان مادری ازش حفاظت بکنه. به این جهت اردشیر خیلی زیاد رابطه پیدا میکنه در داخل دربار و در داخل خانواده پهلوی و با خانواده اونا خیلی نزدیک میشه و خب خود این موجب میشه که این به اصطلاح شخصیت های مختلف مردم هم به او توجه بکنن. علاوه بر اون خب وقتی که با ولایت شهناز ازدواج میکنه طبیعتا این موجب میشود که سیاسیون بیشتری بهش توجه بکنن، یعنی در واقع فرزند اول محمد رضا شاه پهلوی با فوزیه درسته؟ بله شهناز که مادرش فوزیه بود و فرزند اول اعلی حضرت محمد رضا شاه بود و با ایشون ازدواج میکنه و 7 سال هم با هم دیگه زندگی کردن و بعد جدا شدن. ولی آقای اردشیر زاهدی به قدری در صمیمیت و دوستی و رفاقت و محبتش نسبت به خاندان پهلوی و به خصوص محمد رضا شاه طوری رفتار میکنه که حتی طلاق خانم شهناز هم هیچ اثری نمیذاره. حالا همینجا براتون یه مطلبی رو بگم. خب رضا شاه ناگزیر میشود که از ایران بره. وقتی که میرود میخواد بره خب خداحافظی میکنه از همه میره. بین راه که میرفتی نزدیکی های اصفهان که میرسه میبینه یک اتومبیل نظامی رو تعقیب میکنه. خود رضا شاه در این زمینه گفته است که من تصورم این بود که این اتومبیل نظامی میاد تا من رو دستگیر کنه و برگردونه به تهران به خاطر انگلستان وای میسه و میمونه تا اینکه ببینه این اتومبیل کیه و چرا میاد. وقتی که اتومبیل بهش میرسه ببینه که سپهبد یزدان پناه هست و سپهبد فضل‌الله زاهدی و یه بچه کوچولوی به اسم اردشیر. اینها میرسن به اتومبیل رضا شاه. رضا شاه پیاده میشه و با خیلی عصبانیت میگه ها چی نگید چیکار رو کنید چیکار دید؟ میگن قربان ما فکر کردیم که سرنوشتمون رو به سرنوشت شما گره بزنیم. ما با شما بزرگ شدیم، با شما ارتش رو ساختیم و با شما هم دلمون میخواد که هر کجا شما میرید ما هم بیم. رضا شاه یه خورده فکر میکنه و از اون حال غضبش بیاد بیرون که نه پس اینا دوستانشن. میگوید که دوستان عزیز من درست است که من ناچارم من به کتو ترک میکنم اما شما یادتون باشه که وطن احتیاج به شما داره
و بایستی که برگردید و به وطنتون خدمت کنید. دنبال من بی خود نیه. برگردید به وطن. برگردید به تهران. خب. و میره طرف اتومبیلش سوار بشه. اردشیر حکایت میکنه اینجا. میگوید که رضا شاه دستش رو روی در اتومبیل گذاشته بود. برگشت به طرف این دو نفر. به طرف ما سه نفر. و به ما گفتش که عزیزان من. من پسرم محمد رضا رو به شما میسپارم. و از شما میخواهم که همراه او باشید تا مملکت نجات بدید. و به همین جهت هم پدرش رضا زاهدی و هم محمد رضا شاه می نویسن، هر دوشون می نویسن که این در حکم وصیت رضا شاه بود به ما و ما ناگزیر شدیم که بپذیریم و خودمون رو وفادار به محمد رضا شاه تا آخر عمرمون بدونیم و با او همراه باشیم. به این جهت وفاداری اینها به نسبت به خاندان به اصطلاح پهلوی و محمد رضا شاه زبان زد. علاوه بر این آقای اردشیر زاهدی در بیروت دیپلم میگیره و بعد در امریکا دوران مهندسی کشاورزی میبینه، ولی در اونجا یک دوران هم دوران به دانشکده حقوق میره، به دوره به اصطلاح حقوق سیاسی رو میبینه. و وقتی که دعوتش میکنن که به ایران بیاد، با اصل چهار تشکیل اصل چهار رو در ایران میده و میاد به ایران. و این اصل چهار میدونید که یکی از ادارات بزرگ امریکا بود که در خدمات به اصطلاح اجتماعی و اقتصادی ایران خیلی خیلی موثر بود و در ایران خدمات خیلی خیلی بزرگی کرد. این ببینم، این اصل چهار همون برای بهبود کشاورزی ایران بود که حدود 130-140 نفر آمریکایی هم تو این بله. پروژه بودن. بله همینطوریست که شما گفتید. این اصلش اداره اصل چهار با 30-40 نفر امریکایی در ایران تشکیلاتی به وجود آوردن و شروع کردن به خدمات، همینطور که میگید خدمات، انواع خدمات کشاورزی به ایران. علاوه بر اون در کنار این اصل چهار یک مسئله دیگه ای هم ایجاد کردند اونها و اون این بود که در دوران رضا شاه شما میدونید که تراخم، کچلی عرض می شود که سالک، بله، عرض می شود که مالاریا و سل، اینها امراضی بود که سراسر شمال ایران رو گرفته بود. وقتی که اصل چهار رو در ایران تشکیل دادن و این آقای اردشیر زاهدی با همه جوانیش شد معاون اصل چهار و شروع کرد به ایجاد یک تشکیلات عظیم بزرگ برای مبارزه با این در قبیل بیماری ها. و میدونید که این بیماری ها رو در ایران ریشه کم کردن اینها. بله بله اینو میدونم. ریشه کم کردن و اینها خدماتی بود که به اصطلاح اصل چهار در ایران میکرد. ولی خب تنها آدم زبوندان فارسی که به اصطلاح تو اینا بود اردشیر بود و این خدمات عظیمش خیلی خیلی موثر بود و اینها. بعد هم خب یک دور ایشون به عنوان سفیر در انگلستان بود. همون آقای عسکری، ببینین ایشون موقع که به عنوان سفیر، از اینکه ازدواج کرد رفت به آمریکا، در اونجا به عنوان سفیر ایران در آمریکا بود، درسته؟ نه اول شد سفیر ایران در انگلستان. آها، من فکر کردم بعد از اینکه با علی امینی که نخست وزیر بود مخالفت کرد و اینا قهر کرد و نه اول سفیر ایران در انگلستان بود. و همینجا باید باز یه قصه براتون بگم که آقای دکتر نیری نوشته برای من. نوشته است که آقای ایشون خیلی جوان بود خب، ولی خیلی شجاع، خیلی مرد، خیلی لوتی. و در اونجا به اصطلاح سفیر شد در اونجا و طوری عمل کرد و طوری رفتار کرد که جز سه تا سفیر بزرگ جهان در انگلستان شناخته می شد و ملکه انگلستان نسبت به ایشون خیلی خیلی علاقمند بود. و این سه تا سفیر
امریکا بود، سفیر انگلستان بود و سفیر ایران. آقای عسکری مورد علاقمند. معذرت میخوام، من چون کتابایی که این ور اون ور، خب من تو این چند روزه که بعد از فوت ایشون یه سری مقالاتی و این ور اون ور خوندم، اینا نوشته بودن که ایشون سفیر آمریکا از سال 38، یعنی 6 سال بعد از همون کودتای 28 مرداد، تا سال 40، یعنی 2 سال اونجا بود. بعد در اونجا چون علی امینی نخست وزیر شده بود، میاد مخالفت میکنه، یعنی به خاطر اعتراض استعفا میده، بعد ما بین 41 تا 45 میره در انگلستان سفیر میشه. آیا این صحت داره یا نه حالا من توضیح اوکی خواهش میکنم. ولی از انگلستان بعد از آره از انگلستان ایشون میفرستن به از انگلستان میره به امریکا. اوکی از انگلستان میره به امریکا، ولی همینطور که دیدی ایشون در دوران اول سفارتش در امریکا بسیار بسیار مورد توجه و قرار میگیره و بسیار کارهای اساسی میکنه و برای ایران خیلی از کارها رو انجام میده که مورد توجه قرار میگیره، به خصوص قراردادهایی که با ایران بسته میشه راجع به مسائل مختلف. اوکی. و بعد از اون برمیگرده به ایران بعد میشود وزیر خارجه ایران. درست، در کابینه آقای عباس حمیدا. درست در کابینه آقای حمیدا میشود وزیر خارجه. منتها ایشون بعد از 2 سال یا 3 سال که وزیر خارجه بوده است، به علاوه ازت میگوید که آقا یا حمیدا رو عوض کنید یا من عوض کنید. برای اینکه من نمیتونم با حمیدا کار بکنم، این آدمی است که مملکت رو به نابودی خواهد کشید. و بالاخره هم یک روزی، حالا برای اینکه من نمیخوام خیلی مفصل بگم، نه متوجه هستم، اگر علاقمند هستن میتونن، من یک کتابی دارم به نام قله های قدرت، بله، شاه امیرعباس حمیدا و اردشیر زاهدی، که در آنجا خیلی مفصل در این زمینه ها توضیح دادن. ایشون بعد از این که این مسائل رو به اصطلاح دنبال میکنه و به خصوص راجع به حمیدا خیلی پرخاشگرانه حرف میزن و این حرفا، یک روزی ناچار میشه خودش یعنی استعفا میکنه. و همون موقع بود که دوباره رفتن شدن آمریکا. بعد از اون وقتی استعفا میکنه، اون وقت دو مرتبه به برای آخر میرود به امریکا و شاه، و البته میرود به سوئیس و میگوید من هیچ کاری رو قبول نمیکنم تا وقتی حمیدا نخست‌وزیر هست، برای اینکه من مطمئن هستم که ایشون مملکت رو به باد خواهد داد. ولی بالاخره شاه و ملکه و سایرین اصرار دارن که آقا نمیشه که تو بیکار بمونی همینجوری تو خونت بشینی تماشا کنی، نخه شما از سوئیس حق ندارید در سوئیس بمونی، پاشو برو به امریکا. و بالاخره میفرستنش به امریکا که تا آخرین روزها در امریکا بود و تا آخرین روزها هم اقدامات عجیب زیاد کرد که حتی در امریکا با برادران کندی در افتاد، با خود کندی در افتاد و بعد روابط خیلی نزدیکی با کندی پیدا کردن، که کندی که میخواست ابتدا در ایران علیه پادشاه ایران اقداماتی بکنه، ایشون خیلی 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 دوستانه عمل کرد و با ایران روابط نزدیکی پیدا کرد و اردشیر در این زمینه ها خیلی موثر. علاوه بر این، خب هم وزیر خارجه بود، هم سفیر ایران بود در امریکا، هم و مردم همه انتظار داشتن اون روزی که ایشون از ملکه از خانمش جدا شد، والا از تناب، خب شاید بزنی کنار، ولی همه دست به دهان مونده بودند که چطور است. برای اینکه اردشیر یک رو داشت، اردشیر مرد مردونه وایساده بود، میگفت یا دوستم یا دشمنم. بعد آقای عسکری عزیزی، صحت داره که ایشون با شمس پهلوی هم ازدواج کردن؟ نه بابا، نه نه، من چون شایعه ای من شنیده بودم که ابدا اون نمیشد هم با دختر محمد رضا شاه نه. من حالا همینجا یک سری رو باید برات فاش بکنم. ایشون 7 سال با والد شهناز ازدواج کردند و به اصرار والد شهناز جدا شدند. اردشیر هرگز حاضر نبود جدا بشه و به اصرار والد شهناز جدا شدند. اما بپرسید از این آقایونی که راجع به اردشیر خیلی حرف میزنند، بپرسید که چرا 50 سال زندگی کرد هرگز زن نگرفت؟
درست. چرا؟ البته برای اینکه هم او و هم ولاد شهناز هر دو عاشقانند گر دوست داشتن تا آخر عمرشون، هر دو علاقمند بودند. ولی اختلالاتی که خواهران پادشاه در دربار به وجود آوردند ولاد شهناز رو وادار کرد جدا بشه. آها اوکی. بله مشکلاتی که اونها به وجود آورد. چون بعد از انقلاب که یه سری اسناد ساواک و اینا بیرون اومد، گفته بودن که ایشون چی میگن کلمه فارسیش، خیلی فستا زیاد میکنن، خیلی دوست داشتن برن این ور اون ور با آدمای مختلف باشن یا با خانم های دیگری باشن و به دلیل جداییشون این کل، البته من از کلمه عیاشی بسیار بدم. اصلا در این که در اون دورانی که اینا از هم جدا شدن عرضشید نزدیک 27 سالش بود، نزدیک 30 سالش بود خانم ولادت شهناز هم 17 سالش بود. اینها هیچ کدومشون هنوز به اونجا نرسیدن که این برو بر برن این کارها رو بکنن. نه ولی البته عرضشید تنها بود و من در کتابم اگر دقت بکنید نوشتم اردشیر خان مورد توجه بسیاری از زنان بزرگ دنیا قرار گیره. آها اوکی. بزرگترین زنان دنیا. درست. البته آدم ایشون آدم خوشتی پیان بود. حالا بسیار خوش لباس و خوشتی بود. خوش لباس بود هم آقای عسکری عزیزی. یه مسئله دیگه، آقای اردشیر زاهدی با اینکه خب تحصیلاتشون در آمریکا بود، زندگی در انگلستان کرده بودن، در سوئیس زندگی کرده بودن، در بعد از انقلاب دارم صحبت میکنم، ولی ایشون در دوران پایانی زندگیشون بسیار مخالفت‌های شدیدی رو با آمریکا میکردن، یعنی در صحبت‌ها و مصاحبه‌هایی که میکردن به شدت به آمریکا میتوبیدن. یکی از جناب نوید جان، یکی از مسائلی که متاسفانه بسیاری از مردم ایران نسبت به اردشیر به اصطلاح بعد قضاوت کردن این اواخر همین مسئله بود. آقا میگه من اردشیر یه حرفی داشت، میگفت که آقا جان ما هممون ایرانی هستیم. یعنی میگفت هر کس شناسنامه ایرانی داره ایرانیه. حالا ما اگر با همدیگه مخالفت سیاسی داریم، این یه عبریست که بر تو خودمون حل بشه، نه اینکه میشین امریکا بیاد بر ما اصلا رو حل بکن. خب البته یکی از مخالفت های اصلی ایشون با همین وزیر امور خارجه این بود، با وزیر خارجه آمریکا این بود که وزیر خارجه امور آمریکا اومد در یک مصاحبه ای که داشت برگشت خلیج فارس و خلیج عربی خطاب کرد. خب این مخالفت رو من میفهمم از روی وطن دوستی ایشون هستش. بله. ولی خب بعد از اینکه آدم بیاد و در مورد آدمایی مثل قاسم سلیمانی بیاد بگه این سرباز هستن، ببین شما مسئله رو باز ببین، تمام حرفش اینه، میگه آقا سلیمانی هر کسی هست، هر گویی هست، هر چی هست، امروز به عنوان یه جنرال ایرانی، خوب توجه کن، به عنوان یه جنرال ایرانی خوب یا بد داره خدمت میکنه، این ایرانیه، این ما هستیم که با او رفتارمون چی باید باشه. امریکا حق نداره از اون سر دنیا بلندش بیاد یک جنرال ایرانی که مهمان عراقه، نه به عنوان جنگ رفته، نه به عنوان مبارزه رفته، نه به عنوان علیه امریکا رفته، نه ایشون رفته اونجا با عراقی ها مذاکره بکنه، رفته اونجا امریکا بلند میشه میاد اون رو با موشک میزنه و لولورده میکنه و از بین میبره و بعد خیال میکنه کار درستی کرده. خب آقای عسکری، من متوجه میشم که یه موقعی هست آدم میگه که ما خودمون باید میکشتیمش، اگر هم میخواستیم بکشیم ما خودمون باید، ولی ما نباید فراموش بکنیم که قاسم سلیمانی ریاست شاخه خارجی سپاه پاسداران رو داشت، برون مرزی رو داشت و در سراسر دنیا جنایت میکرد این در جامعه. حالا این که ما خودمون باید بکشیمش، با توجه میگه او حرفش این است که میگه اینجا سازمان ملل باید مداخله میکرد، تمام حرفش اینه، میگوید که آقا اگر مشکلی هست در دنیا و جنایات اوز، این سازمان ملل هست که بایستی مداخله میکرد و به ایران توجه میداد که
سلیمانیتون از دنیا جمع کنید، نه اینکه امریکا به عنوان یه آدم قلدرما بلندش از اون سر دنیا بیاد اینو بزنه. خب اونم حافظ منافع خودشون هستن که بحثای بسیار زیادی اصلا من نمیخوام وارد اون بحث. ببین نه ببین امریکا برای منافع خودش هر کاری میخواد بکنه، اما اگر ما قبول کنیم که دنیا بایستی قوانین و مقرراتی رو رعایت بکنه که روزی که سازمان ملل رو به وجود آوردن گفتن که آقا سازمان ملل میتواند حاکم باشه بر تمام مقررات جهان. متوجه هستم بله متوجه هستم، ولی متاسفانه میبینیم که میبینیم که متاسفانه به این صورت در نیامده سازمان ملل. خب حالا اشکالش همین بود دیگه. بله همینه تمام حرف اون این بود، میگوید که آقا من ایرانیم، من برای تمام این 80 میلیون جمعیت برادران و خواهران منم، اگر ما مخالفتی با همدیگه داریم بایستی خودمون حل بکنیم، نه اینکه بنشینیم تو خونمون که امریکا بیاد به ما کمک بکنه، امریکا از اون سر دنیا بیاد یه ایرانی رو اونجا بکشه. تمام حرفش این بود. آقای تمام گفتارش این بود که ایرانی ها بیدار بشید، خودتونید، خودتون باید این کار بکنید. درست متوجهم. یه سوال، آیا که آقای اردشیر زاهدی کتابی هم به عنوان خاطرات از خودشون به جای گذاشتن یا هنوز؟ بله بله فراوان عرض می‌شود که اولا خاطرات اردشیر زاهدی جلد چهارمش هم زیر چاپ بود که متأسفانه‌شون فوت کرد، خاطراتش منتشر شده و بسیار بسیار هم مورد توجه قرار گرفته و هم در تهران هم در اروپا هم در امریکا خیلی خیلی مورد توجه قرار گرفته. دو تا کتاب هست که در امریکا و در اروپا و در ایران هر دو ستاش چهار شد، یکی خاطرات اردشیر زاهدی است، یکی کتاب بنده است که هم در ایران چاپ شد هم در امریکا چاپ شد هم در اروپا چاپ شد و تمام مختصات لازم زندگی ایشون رو توضیح میده. من بسیار از شما سپاسگزارم. من تمام اون توضیحاتی رو که احتیاج داشتم و شنیدم، البته مصاحبه هایی که در چند مصاحبه که ایشون مخصوصا با بی بی سی داشتن و ما هممون میدونیم که بی بی سی یعنی با آقای فانی. آره در صورت با بی بی سی داشتن. نه 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 همینجا شما فانی رو چقدر میشناسید؟ من نه زیاد نمیشناسم. میدونید که فانی در سوئد زندگی میکرد در دوران آقای پالمه. در کجا زندگی؟ در سوئد. در سوئد نه، آقای پالمه آوردیش سوئد، اینجا زندگی میکرد. درسته. ایشون یک کمونیست بسیار بسیار مشهور دنیا بود. اوکی. بله آقای فانی یکی از کمونیست ها و چپ های بسیار تندوی جهانه. خب الان چی هستن ایشون؟ ایشون الان هم سردبیر بی بی سیه. هم منظورم از نظر سیاسی، چون الان ما از نظر سیاسی ایشون کمونیست هم میدونم و اون مصاحبه مخصوصا ترتیب داد و هرگز آمادگی نداشت که همیشه 100%. منم همین رو میخوام بگم، یک آدمی که متاسفانه به خاطر کهولت سن در وضعیت روحی و روانی به میزون ایشون نبودن، ایشون بیمار بودن و بعد از اینکه این مصاحبه رو مخصوصا متاسفانه در همون آخرین مصاحبه که تو هفتم اردیبهشت سال پیش انجام دادن، به نظر من یکی از اصلا آقای زاهدی نباید در این مصاحبه شرکت میکرد، برای اینکه ما اونا اصرار داشتن باشه رفتن تو خونه‌اش. دقیقاً با ما مصاحبه کن. خب همون دیگه تاسف‌آور دیگه. بله بله بله. چون حرفایی رو از دهن ایشون کشیدن بیرون که خود ایشون متاسفانه موقعیت جوابگویی مجدد یا سوال یا مثلا ایشون الان نیستن که من اگه به خودشون زنگ بزنم سوال بکنم. متاسفانه اینا این کارو بسیار برنامه‌ریزی شده این برنامه‌ریزی دقیق بود که کمونیست‌ها این کارو کردن. بله. دقیقاً. جواب از کردی عزیز، من بسیار از شما سپاسگزارم، خیلی خوشحالم که دعوت ما رو میپذیرید، مرسی که به ما نه نمیگید و امیدوار هستم که در برنامه آینده بتونیم بیشتر شما رو به صورت لایو بر روی خط داشته باشیم. آرزو موفق حتما. هر وقت راجع این مسائلی که من به اصطلاح آگاهی کامل داشته باشم در اختیارتونم کرد. من بسیار از شما سپاسگزارم. آرزو موفقیت و سلامتی براتون دارم. پیروز باشید. قربان شما. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز شنونده و بینندگان عزیز